دختران مردم را کشتند به جرم چند تار مو، معترضان را سرکوب کردند و دادخواهان را به سلابه کشیدند و سپس تنها دروغ گفتند تا خونهای ریخته را با غرقابه دروغ بشویند. آیا این روایتی است که تاریخ از رفتار رژیم اسلامی در مواجهه با اعتراضات سراسری ایران 1401 به یاد خواهد آورد؟ در دیکود از صدای آمریکا با ما همراه باشید. عصر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، جهان خبرها و رویدادها، جنگ حقیقت با دروغ، ما اینجا ایستاده ایم در چهارراه شک و اعتماد. وقتی مشخص نیست چگونه باید به درستی یک خبر اطمینان کرد، پروپاگاندا، دیس اینفورمیشن و فیک نیوز ها چیست و چرا منتشر می‌شوند و چطور باید بدانیم خبر درست کدامه؟ به دیکود در صدای آمریکا خوش اومدید. در این برنامه مهمترین دروغ‌های حکومت درباره جنبش زن زندگی آزادی رو با هدیه کیمیایی، کمپین هراس‌افکنی سیستماتیک برای کنترل اعتراضات رو با سبا آلاله و هزینه کرد ایدئولوژیک اقتصاد ایران رو با رضا غیبی دیکود میکنیم. تا حالا اسم یاروزلسکی به گوشتون خورده؟ وایچک یاروزلسکی، آخرین رهبر جمهوری خلق لهستان، یه جنرال 4 ستاره کمونیست، یه چیزی تو مایه های همین سرداران سپاهی خودمون که تو سال 1981 در لهستان حکومت نظامی اعلام کرد و قدرت رو در دست گرفت و خودش رو که تا قبل از حکومت نظامی وزیر دفاع بود، یه شبه رهبر کشور و دبیر کل حزب کمونیست اعلام کرد و تا پیروزی مردم لهستان بر کمونیسم به رهبری لخ والسا هم در قدرت موندگار شد. میپرسین چه ربطی داشت بین این همه دیکتاتور و سپاهی و راندخار و چه و چه، حالا این یاروزلسکی رو کجای دلمون بذاریم؟ اتفاقا عجیب جالبه و به حال ما شبیه، چون این آقا بین همپالگی‌های خودش به کمونیست دروغگو شهرت داشت. بگذارید برگردیم به ورشو سال 1981. اوجگیری اعتراضات و اعتصابات کارگری و موج فراگیر نارضایتی مردم و روشنفکران از حکومت حزب کارگران متحد، یعنی همون رفقای کمونیست لهستانی، دولت رو در آستانه تسلیم در مقابل خواست مردم قرار داده بود که به ناگاه یاروزلسکی اعلام حکومت نظامی میکنه. یعنی در واقع در مقابل مردم کودتا میکنه و با نجات حزب کمونیست اداره کشور رو به دست میگیره، البته با تایید برادر بزرگتر در مسکو. این حرکت برای 10 سال، برای 10 سال انقلاب مردم لهستان رو به تأخیر میندازه و کشور رو در گرداب فقر و گرفتاری غرق‌تر از قبله. اما نکته مهم اینه که یاروزلسکی از همون ابتدا به دروغ‌های متوسل میشه تا اقداماتش رو مشروع جلوه بده. در اولین سخنرانیش بعد از کودتا میگه کشور در حال نابودی بود و او با حکومت نظامی ثبات سیاسی رو به کشور برگردوند. بعد مدعی میشه کارگران اعتصابی قصد نابودی کشور رو تحمیل گرسنگی به مردم لهستان رو داشتند. او حتی رهبران مخالف خودش رو به دیوانگان، بیماران روانی و البته وابستگان به افکار ناتزی متهم میکنه و نسبت میده و میگه اگه کسی عاقل باشه و بخواد مردم لهستان رو به گرسنگی بکشونه، از توفاله های به جا مونده از تفکر رایش سومه. بماند که در 3 سال آخر زمامداریش چاره‌ای به جز مذاکره با مخالفان براش نموند و در نهایت هم تسلیم اراده مردم لهستان شد. دقت کنید، آقای دیکتاتور تسلیم اراده مردم لهستان شد که دیگه خریدار دروغهاش نبودند. اما حتی پس از سرنگونی هم دست از دروغاش بر نداشت و مدعی شد که اگه تو سال 1981 کودتا نمی کرد، اون وقت تانکای ارتش سرخ شوروی در خیابونهای ورشو رژه می رفتن، که البته این ادعا هم دروغه. تا همینجا دستگیرتون شده میخوام درباره چی صحبت کنم. دروغایی که حکومت‌های خودکامه برای توجیه خشونت علیه مردمشون به اونها تحویل میدن.
جدا از اینکه در ایران امروز دروغ‌های حکومتی چقدر در جامعه خریدار داشته باشه، اما واقعیت اینه که حکومت همواره با موج اطلاعات گمراه کننده یک هدف رو دنبال می‌کنه: تحریف واقعیت و ایجاد شک در جامعه. کاری که از ابتدای جنبش زن زندگی آزادی در دستور کار تمام ارگان‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی جمهوری اسلامی قرار گرفت. شمار دروغ‌های سازمان یافته‌ای که از نحوه درگذشت مهسا امینی بگیر تا نحوه برخورد با معترضان در همین مدت منتشر شده، نشون میده که تنها 48 ساعت پس از انتشار خبر درگذشت مهسا امینی توسط نیلوفر حامدی و الهه محمدی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت در کنار رادیو تلویزیون دولتی و خبرگزاری‌های وابسته به حکومت کمپین بزرگی رو کلید زدند که تا همین الان هم به توسعه دوشاگاهی و ترویج اطلاعات گمراه کننده درباره اعتراضات سراسری ادامه میده. برای دارستن از همین دروغ‌ها و برشمردن مواردی از اون در استانبول ترکیه، به سراغ هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار می‌ریم که از نزدیک این دروغ‌ها رو رصد و طبقه بندی کرده. هدیه، خیلی خوش اومدی به برنامه دیکد. کمپین انتشار اطلاعات گمراه کننده جمهوری اسلامی درباره مرگ مهسا امینی به چه دروغ‌هایی از روز اول دست زد و اونها رو با مردم به اشتراک گذاشت؟ خب همه ما میدونیم که جمهوری اسلامی سالهاست گشت ارشاد رو راه انداخته و در خیابون دخترای مردم رو، زنای مردم رو میزنه و اصلا براش هم مهم نیست مامورایی که در خیابون رها میکنه سر زنان رو مورد هدف قرار میدن و به مرگشون هم منجر میشه. و خب اومدش گفتش که مهسا امینی در اثر ضربه ماموران گشت ارشاد دچار ضربه مغزی و دچار و کشته نشده و گفتن که اومده سکته کرده که به خاطر بیماری زمینه‌ای هستش که داشته، که مدام این دروغ حکومت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شد و این رو مردم می‌گفتن. و خب حتی جمهوری اسلامی اومد یک کمیسیون پزشکی تشکیل داد در مجلس که اومدن خیلی طبقه بندی شده و گفتن که مهسا امینی دچار بیماری زمینه‌ای بوده، که خب ما میدونیم که پدر مهسا بارها در مورد این قضیه افشاگری کرد و گفتش که اصلا مهسا هیچ بیماری نداشته. و حتی آقای نیکبخت رو که وکیل خانواده امینی بود رو اینها بازداشت کردن به خاطر اینکه نمیخواستن که به کاری که کردن و این به این و کشتن مهسا رو به گردن بگیرن. این دروغ بود که در مورد صحبت کردن. از همینجا ما میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی در مورد کوچکترین کشتارهایی که انجام میده همیشه میاد یک اخبار رو منتشر میکنه که علاوه بر این که دروغ هستش و دروغهایی هستش که مثل روز روشنه، و خب مردم هم تنها کاری که میکنن این هستش که عصبانی تر میشن و به مبارزاتشون بیشتر ادامه میدن. و اومدن گفتن که ما میدونیم که جمهوری اسلامی در مدارس هم اومد یه سری حملات سازمان یافته شیمیایی انجام داد، که خب بعد از اون هم اومدن اصلا هیچ افشاگری در موردش نکردن و اصلا هیچ ما ندیدیم که یک اراده ایجاد بشه که برن ببینن که اصلا منشأ این حملات شیمیایی که هر روز بچه‌ها در مدرسه. خب هدیه، حتما این موضوع رو با مهمانان بعدی برنامه مورد بحث قرار خواهیم داد. بسیار نکته مهمی اشاره کردی، اما میخوام مشخصا بدونم دروغ‌ها و اطلاعات گمراه کننده ای که حکومت درباره ماهیت اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی منتشر کرده بود چی بود؟ خب یکی از دروغ‌های خیلی مهمی که همیشه حکومت میگه که مردم دست به خشونت زدن، در صورتی که اصلا مردم ایران هیچ وقت دست به خشونت نمیزنن. مردم ایران جونشون رو گذاشتن تو خیابون و دارن برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون دارن جون میدن، و حکومت هستش که همیشه سرمایه های مملکت رو و همیشه پولی که باید برای دارو و درمان و غذا بره صرف تجهیزات سرکوب میکنه که مردم رو در خیابون بکشه. خب این یکی از دروغ ها هست. دروغ های دیگرش این بود که خب به هر حال این جنبش اسمش جنبش زن زندگی آزادی هست و زنان ایرانی در پی بازپس گرفتن بدنشون هستن از حکومت، و خب اومدن گفتن که زنان ایران به دنبال این هستن که لخ بشن، در صورتی که اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما میدونیم که آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی بدن چیزی هستش که زنان ایران میخوان. موضوعات دیگه هم هست. اومدن گفتن که اغتشاشگر هستن کسایی که در خیابون‌ها هستن، یا این که اصلا به دنبال تجزیه ایران هستن، در صورتی که ما در شهرهای مختلف ایران میشنیدیم که از همدیگه حمایت میکردن، میگفتن از کردستان تا تهران جانم فدای ایران، و ما این رو در همه نقاط ایران میشنیدیم.
از دروغ‌های دیگه ای که حکومت همیشه اصرار داره بر اون این هستش که حکومت همیشه میخواد بگه که فضای جامعه دو قطبی شده، در صورتی که اصلا اینطوری نیستش. همیشه چیزی که در جامعه وجود داره یکی حکومت هست و دیگری مردم هستن و همیشه عوامل حکومت هستن که دست به کشتار مردم میزنن و خب همیشه جمهوری اسلامی میخواد بگه که نه، ما نیستیم، مردم هستن که علیه مردم دارن مبارزه میکنن و خب در صورتی که همچین چیزی اصلا اشتباهه و درست نیست. ما میدونیم که اکثریت مردم ایران حجاب اجباری رو نمیخوان، اصلا جمهوری اسلامی رو نمیخوان و خب حکومت هستش که داره اونها رو سرکوب میکنه. خیلی متشکرم هدیه کیمیایی که از استانبول ترکیه در این بخش از دیکود همراه ما بودی. تا در استانبول هستیم، در گوشه دیگه ای از این شهر به سراغ سبا آلاله، مهمان دیگه برنامه امروز میریم تا با او از بازی‌های روانی صحبت کنیم که در طول اعتراضات سراسری از سوی حکومت برنامه‌ریزی شد تا به ایجاد ترس و واهمه در دل معترضان دامن بزنه و از امید و ایستادگی جامعه بکاهه. اما نخست نیم نگاهی به یک مورد مشابه یک جای دیگه دنیا. این مرد هوگو چاوز روزگاری نچندان دور قدرتمندترین مرد ونزوئلا بود، با روابطی بسیار نزدیک با رهبرانی چون معمر قذافی، رجب طیب اردوغان، محمود احمدی نژاد و فیدل کاسترو. اما آنچه چاوز رو برای مردم ونزوئلا با دیگر سردمداران این قول نفتی آمریکای لاتین متفاوت می‌کنه، خیز بلند او برای ماندگاری بلند مدت در قدرت بود. چاوز سال 2007 قانون اساسی این کشور رو برای افزایش اختیارات خود و تمدید دوره ریاست جمهوریش به رفراندوم گذاشت و مردم هم به اون نه گفتند. اما اون نه تنها قدرت رو رها نکرد که کشور رو در دامن مجموعی از آشوب‌ها برد و یک بازی روانی همه جانبه به راه انداخت تا نشان دهد مردم ونزوئلا فریب رسانه‌های آمریکایی رو خوردند و نمیتوان به رأی و نظر اونها اعتماد کرد. چاوز کانال‌های تلویزیونی منتقد خود را تعطیل کرد، پارلمان را منحل و سیاست کشور را در اختیار گرفت. مردم را فریب خورده خواند و با تقلب گسترده در انتخابات برای سومین بار روی صندلی قدرت جای خود را سفت کرد تا شریان نفت آمریکای لاتین در دستانش باشه. شعارهای پوپولیستی داد و منافع ثروت ملی کشورش رو برای توسعه پیوندهای ژئوپلیتیک در راستای بقای خود در قدرت خرج کرد. اما سرانجام فقط 5 سال بعد بر اثر سرطانی که در همه این دوران با او همراه بود درگذشت. بازی روانی چاوز با مردم ونزوئلا و ایجاد کمپین هایی که به دروغ مدعی دشمنی آمریکا با ونزوئلا بود و حتی برنامه ریزی یک ظاهراً ترور آمریکایی علیه چاوز در کنار خطدهی گسترده به رسانه های وابسته به دولت که از پول نفت مردم ونزوئلا تغذیه می شدند، با شعارهای پوپولیستی چهره چاوز را برای همیشه به عنوان سیاستمداری که با ترفندهای پیچیده، انتشار دیسینفورمیشن و بازی‌های روانی بر مردمی که مخالفش بودند حکومت کرد در تاریخ ثبت کرده. با اینکه پیوند چاوز و احمدی نژاد رو تو آسمون‌ها نوشته بودند، اما گویی سبک حکمرانی چاوز بیشتر به کار عالی‌ترین مقام رژیم جمهوری اسلامی اومده که به اتکای مجموعه‌ای از بازی‌های پیچیده روانی که توسط نهادهای امنیتی تحریزی میشه در جریان اعتراضات سراسری کوشید تا عنان قدرت رو در اختیار نگه داره. همونطور که گفتم سبا آلاله روانشناس با ماست تا ابعاد بازی‌های پیچیده روانی حکومت برای استیلا بر اراده مردم رو مرور کنیم. خوش اومدی سبا به دیکود. به طور مشخص چه پلن‌هایی از طرف جمهوری اسلامی در ماه‌هایی که جنبش زن زندگی آزادی با شدت در خیابون‌ها دنبال می‌شد برای ایجاد ترس در جامعه پیگیری شد؟ جمهوری اسلامی با اعتراضات و واکنش‌های مردم اصلا ناآشنا نبود، ولی ما دیدیم زمانی که به خاطر که البته میگم از همه اول حکومتش این اعتراضات همیشه بود، در 88 96 98 همیشه ادامه دار بود، ولی در چند ماه اخیر در جنبش زن زندگی آزادی به دلیل یک سری ویژگی‌هایی که مهمی که داشت، جمهوری اسلامی اصلا دچار یک شوک روانی شد به دلیل اون همبستگی تمام گروه‌های اجتماعی، دانش آموزان، دانشجو، تمام اقلیت‌هایی که در جامعه واپس‌روی شده بودن، مورد تبعیض و نابرابری قرار گرفته بودن، همه کنار هم دیگه بودن. خود جمهوری اسلامی در برابر این جنبش بسیار دچار یک شوک روانی شد. به همون دلیل دست به
مکانیسم‌های دفاعی ناسالم زد، دست به انتشار بازی‌های روانی زد. یکی از همونها مورد خیلی خوبی بود که خودت بهش اشاره کردی. در کنارش من می‌خوام چند تا مورد دیگه رو بگم. شروع کرد به بی‌فایده و بی اثر جلوه دادن کنش‌ها، یعنی دائم سعی می‌کرد که نشون بده که شکست‌های قبلیتون یادتونه. مگه یادتون نیست در 88 چه اتفاقی افتاد؟ تونستید کاری بکنید؟ مگه یادتون نیستش که 98 با اون عظمتش چطوری مثلا بی اثر بود؟ شما بیفایده بود و نتونستید کاری بکنید. شروع کرد به این بازی‌های روانی تا بتونه تحقیر بکنه، بتونه کوچک انگاری رو افزایش بده. یک مورد دیگه هم شروع کرد به سخره گرفتن، به سخره گرفتن این کنش‌ها که فکر کردید کی هستید یا فکر کردید چقدر قدرت دارید که در برابر جمهوری اسلامی بتونید مقاومت بکنید. به سخره گرفتن یک بازی روانی بسیار بسیار نامناسبیه که معمولاً حکومت‌های این چنینی در برابر مردمشون استفاده میکنن. یک نکته دیگه، یکی از بازی‌های روانی رو که خیلی هم تا به همین امروز هم ادامه داره و جمهوری اسلامی هم خیلی سعی کرد ازش استفاده بکنه، دستگیری فعالان و افرادی که بود که در جامعه سلامت بودن، در جامعه الگو بودن. جمهوری اسلامی سعی کرد اونها رو دستگیر بکنه، مورد بازجویی قرار بده، مورد آزارهای جنسی و خشونت‌های جنسی قرار بده تا فعالیت اونها رو مسکوت نگه داره و بعد طی بازجویی‌ها و یا اعترافات اجباری حتی به اونها نشون بده، یعنی به مردم این اعلام رو بکنه که مگر فلانی، مگر ایکس برای شما اینقدر قدرتمند نبود، حتی اون فرد در برابر ما کوتاه اومد و اعتراف کرد و به ما پیوست. شما که دیگه عددی نیستید، شما که دیگه چیزی نیستید. سعی کرد از این بازی‌های روانی کوچک انگاری و تحقیرآمیز استفاده بکنه تا افراد رو و معترضین رو سر جای خودش بشونه و بتونه در این بازی‌های روانی در اون چرخه حکومت خودش، در اون چرخه سلطه پذیری بیسته. من البته خب سبا مهمون قبلی برنامه‌مونم بازی اشاره‌ای داشت به حملات شیمیایی مشکوکی که به مدارس و خصوصا مدارس دختران و دانش آموزان دختر شد. میخوام مشخصا بپرسم که آیا هم یه بخشی از همین کمپین تولید هراس حکومتی بوده؟ حتما باهات موافقم مهدی، کاملا درسته، همین بوده. ولی خب یک نکته اینجا مهمه که اینجا بگیم که خب من زمانی که این مسمومیت ها شروع شد، البته این نکته رو هم بگم، من یکی از منزجر کننده ترین چهره های سرکوب جمهوری اسلامی به نظر من در اینجا نمایان شد، مخصوصا در برابر دانش آموزان و کودکان. ولی خب یک نکته هم اینجا بگیم، اصلا چرا حکومت در برابر دانش آموزان به این واکنش روانی دست زد؟ جمهوری اسلامی اونقدر در استیصال و بلا تکلیف قرار گرفته بود در یک کرابه. از طرف دیگه مهدی، جمهوری اسلامی اصلا این گروه سنی رو اصلا هیچ وقت به رسمیت نمیشناخت، اصلا هیچ وقت اونها براش جایگاه اجتماعی نداشتن، به دلیل اینکه همیشه اونها رو سعی میکرد اونها رو با آموزش‌های ایدئولوژیکی و یا تحت آموزش‌های سلطه گری قرار بده و از اونها یک کودکان و دانش آموزان سلطه پذیر و رام اونها رو آموزش بده و بعد از اونها یک سربازان آماده به خدمت تشکیل بده و بعد اونها رو آماده بکنه که در آینده بهش خدمت بکنن. و جمهوری اسلامی تصورش از دانش آموزان این بود و زمانی که دید دانش آموزان در این جنبش در صف اول ایستادن و این چنین در کنار خانواده ها و این چنین مقاومتن، واقعا جمهوری اسلامی به نظر من در برابر دانش آموزان شوکه شد و منزجر کننده ترین حالت ممکن خودش رو نشون داد. قطعا باید موافقم که این هم به همون خاطر بود که اونقدر خودش از درون ترسیده بود که خواست این ترس رو منتشر بکنه تا بتونه یک مدلی از سرکوب رو نشون. سوال‌های زیادی اینجا مطرحه، ولی یه سوالی که برای خودم به عنوان فعال رسانه‌ای مطرحه اینه که به هر حال رسانه‌ها چه در خارج از کشور، خصوصا در خارج از کشور، یا روزنامه‌نگاران آمارهای متعددی از صحنه‌های تلخ مثلا کشته شدن هموطنانمون رو منتشر کردن، صحبت های از این دست، همین بگیر و ببند ها، همین ضرب و شتمه ها به وسیله رسانه ها و خبرنگار شهر و خبرنگار ها منتشر شد. خود اینا آیا دامن زننده به اون ایجاد حراسی که حکومت میخواست نبوده؟ آیا واقعا میشه گفت که حکومت با انتشار همین خبرها حتی از من رسانه در خارج از کشور، من روزنامه نگار در خارج از کشور هم در راستای کمپین تولید ترس در بین مردم استفاده کرده؟ خب مهدی، من اصلا ترس رو چیز بدی نمیدونم. من مردم، من کسی که در داخل ایران قرار داره و داره میترسه،
من اصلا این ترس رو بد نمیدونم، به خاطر اینکه مردم امروز باید از جمهوری اسلامی اتفاقا بترسن. چرا؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی براشون یک منبع ناامن و درنده‌ایه که به اون به ذات اصلی اون پی بردن. من یه مثال خیلی ساده بزنم، یک مفهومی به ما دادن که شما همیشه باید از حیوانات درنده بترسید. چرا؟ چون امکان داره اونها به شما آسیب بزنن. این یک ترس هست که برای همه ما پذیرفته شده است و اگر به من یک روزی بگن تو آیا از حیوان درنده میترسی، من با محکم میگم بله میترسم، برای که میخواد به من آسیب بزنه و برای محافظت خودم و بقای خودم باید از دست اون فرار بکنم یا باید راههای جدیدی یاد بگیرم تا باش مقابله. بی‌نهایت از تو متشکرم سبا آلاله، روانشناس که از استانبول در ترکیه همراه من بودی. پاییز 1933، وضعیت اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی نه تنها خوب نیست که قحطی بزرگ اوکراین جان نزدیک به 6 میلیون شهروند این جمهوری شوروی رو گرفته. با این حال با قدرتگیری نازی‌ها در آلمان و افزایش تنش‌های سیاسی تو اروپا، استالین به خوبی درک کرده که اگه قدرت نمایی ایدئولوژیک خودش رو دست کم بگیره، جایی در آینده مناسبات سیاسی اروپا نخواهد داشت. ایه سمت دیگه هم برای مردان قدرتمند مسکو، جان میلیون ها انسانی که در ماه‌های سخت گذشته تو اوکراین از گرسنگی جان باختند هیچ ارزشی نداشته. شاید به همین دلیله که به رغم نیاز فوری شوروی به واردات غلات و آرد برای نجات کشور از قحطی، با امضای استالین بودجه برنامه 5 ساله سوم کشور به صورت محرمانه برای برگزاری رژه باشکوه جشن انقلاب و توسعه ایدئولوژی سوسیالیسم تخصیص داده میشه، در حالی که جز اعضای کمیته مرکزی حزب کسی هم از مفاد این فرمان با خبر نیست. البته یادمون باشه که در شوروی دوره پاکسازی بزرگه و بسیار از همحزبی های استالین هم قربانی این سیاست. رفیقایی که شاید فقط تو خونه خودشون و با نزدیکاشون به استالین انتقاد کرده بودن، ما سر از گولاگ ها در می آوردن و باقی ماجرا. جشن انقلاب اکتبر اون سال در حالی برگزار میشه که آمار قربانیان هولودومور یا قحطی اوکراین از مرز 6 میلیون نفر عبور میکنه و به گواه تاریخ هزینه برگزاری این مراسم اگه به کیسه های گندم و آرد تبدیل میشد، جون بیش از 3 میلیون نفر رو از مرگ حتمی نجات میداد. 3 میلیون نفری که شهروندان اتحاد جماهیر شوروی بودن، شهروندان کشوری که استالین رهبرش بود. به ایران خودمون برگردیم، کشوری که بر اساس آمارهای متقن نزدیک به 2/3 شهروندانش در زیر خط فقر زندگی میکنند. در اکثر استانهای کشور آب آشامیدنی به عنوان مایه حیات نایابه و در استانهای محروم کشور از سیستان و بلوچستان گرفته تا کهگیلویه و بوی رحمت، ضریب بیکاری از مرز نیمی از جمعیت استان تجاوز میکنه. زباله‌گردی به یک شغل در شهرهای بزرگ کشور از تهران و شیراز تا مشهد و تبریز تبدیل شده و معیشت مردم در تنگنای اقتصاد بیمار و به شدت سیاست زده جمهوری اسلامی گرفتاره. دولت از زیر بار هر پروژه عمرانی به بهانه نبود بودجه شونه خالی میکنه، اما برای برگزاری راهپیمایی 40 در مسافت بین کوفه تا کربلا در عراق میلیاردها میلیارد تومان بودجه دولت ایران در کنار تخصیص همه امکانات دولتی از اتوبوس‌های شهری گرفته تا تجهیزات آشپزخانه‌های صنعتی ادارات استان در غرب کشور، همه و همه بسیج شدن تا منویات رهبر معظم انقلاب برآورده بشه. حالا اگه وضعیت اسفبار اقتصادی امروز ایران رو معادل همون هولودومور در اوکراین سال 1933 بگیریم، راهپیمایی 40 درست در ردیف رژه پیروزی انقلاب اکتبر در زمان استالینه. درست تکرار لحظه‌ای در تاریخ که دو رهبر خودکامه پیشبرد ایدئولوژی‌های حکومتشون رو حتی به جان شهروندانشون ترجیح دادند. استالین و خامنه‌ای. جالبه نه؟ مهم نیست حکمران خودش رو آیت الله یا نماینده و نشانه خدا بدونه یا یک کمونیست بی‌دین و ایمون و ضد خدا باشه. در هر دو شکل تشویق مردم گرسنه به این که شما میتونید با تکیه به باورهای ایدئولوژیک حکومتی آرزوی بهبود وضعیتتون رو داشته باشین، کارگرد مشابه راهپیمایی 40 جمهوری اسلامی و جشن پیروزی شوروی.
به این شکل از کارزارهای دوشاگاهی یا دیسینفورمیشن سویه آرزو اندیشی یا ویشفول تینکینگ لقب میدن. وقتی حاکمیت میتونه آرزو برای اصلاح امور رو جایگزین اقدام برای اصلاح امور کنه. اما چرا و چطور اقتصاد دستاویز حکمرانان توتالیتر برای ترویج تفکراتشون میشه؟ این سوالیه که با اون در استانبول ترکیه به سراغ رضا قیبی، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اقتصادی میریم تا بیشتر در دل کمپین‌های از این دست قرار بگیریم. رضا، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت دیکد. اقتصادی که در ایران وجود داره خب اساساً اقتصاد ناسالم و بیماری است، اما حکومت از هزینه کرد برای مقاصد سیاسی و عقیدتی خودش کم نمیگذره. چرا به جای ایجاد رفاه برای مردم کشور دست به همچین هزینه‌هایی مثل اربعین زده میشه؟ خب اول باید ببینیم چرا حکمرانان در ایران همچین رویه‌ای رو انتخاب کردن و چرا خب حکمرانی قبلی قبل از 57 محمد رضا شاه پهلوی دگرگونه نگاه میدید. وقتی سال 57 روحانیون بر ایران مستولی شدن، خب یک نگاه مصرفی به این آب و خاک داشتن، به منابع سرشاری که وجود داره در ایران داشتن و همون رویه رو دارن ادامه میدن در راستای ترویج باورهای ابلهانه خودشون که بخوان پایه های قدرت خودشون رو تثبیت بکنن و به یک ساختار منسجم و پایداری برسن، که خب این هم در یک جغرافیای مثل ایران بعیده. بنابراین وقتی با همچین حکمرانی شما طرف هستین که نگاهش به دارایی های ملی مصرفی هست و اون رو داره در راستای منویات شخص اول مملکت مصرف میکنه و هیچ توسعه‌ای رو مد نظر قرار نمیده، شرایط اقتصادی میشه آنچه که امروز ما در ایران مشاهده میکنیم. اگر بخوام یک مثالی هم بزنم از این نگاه مصرفی، میتونیم همین راهپیمایی اربعینی که شما اشاره کردید به طور مثال، فقط وزارت راه و شهرسازی 3000 میلیارد تومان هزینه کرده برای این راهپیمایی چند روزه. 3000 میلیارد تومانی که بودجه گازرسانی به تمام مناطق بدون گاز شهری در ایران از غرب کشور تا شرق کشور بود. یا بانک مرکزی ارز اختصاص داده به راهپیمایی اربعین، به اونهایی که دارن رفتن و دارن برمیگردن، 1,080,000 نفر از این ارز استفاده کردن که معادل ریالی اون میشه 7,000 میلیارد تومان. جالب اینجاست که مملکت 85 میلیون نفری امسال کسری بودجه تأمین داروی اون 35,000 میلیارد تومانه، یعنی 20% اون کسری بودجه رو فقط اینجا هزینه کردن. بنابراین وقتی اینها رو کنار هم قرار میدیم و بسیاری از هزینه از استانها، از وزارتخونه ها و ادارات شهرداری ها، اینها رو کنار هم قرار میدیم و میبینیم که با اینها چه اتفاقی میشد رقم زد در کشور، حوزه اشتغال و رفاه گرفته تا بقیه موارد، خب به این نکته میرسیم که یک حکمرانی داریم که نگاه مصرفی به تمام منابع ایران داره و حتی نگاه رضا به هر حال ریشه این برخورد عقیدتی با موضوعات اقتصادی از کجا ناشی میشه؟ حوزه ها، فقه، سیاستمداران، دولتی ها، یا اساساً یه تفکر دیگری در هیئت حاکمه ایران وجود داره که این جور نگاه مصرفی و عقیدتی به موضوع اقتصاد پیدا میکنه؟ ببینید در مورد حکمرانان ایران که جمهوری اسلامی در به اسم جمهوری اسلامی دارن در ایران حکمرانی میکنن، این برمیگرده به یک باورهای دینی که از 1400 سال پیش روحانیون با خودشون حمل کردن و در قرن 21 دارن اون رو در یک جایی با فرهنگ چند هزار ساله ایران و تمدن چند هزار ساله پیاده میکنن. و متاسفانه باید به این اشاره بکنیم که خود اونهایی که دین رو ابزار کردن برای بهره‌مند شدن خودشون، هیچ باوری به اون دین ندارن و در تمام ارکان و اصول اون دین رو به نفع خودشون دارن تغییر میدن. شاید خیلی راحت‌تر و عامیانه‌تر برای درک مخاطب بشه اینجوری گفت، یک نسلی، یک قشری، یک تباری که 1400 سال معروف بوده به
بالا منبری و در خود دوره رضا شاه و محمد رضا شاه معروف بوده به آخوند دوزاری، حالا میخواد از اون دوزاری بودن خودش فاصله بگیره، یک مقدار طعم برخورداری رو بچشه و کجا بهتر از کشوری مثل ایران با این همه منابع روی زمین و زیر زمین و منابع انسانی. بی‌نهایت از تو ممنونم رضا غیبی روزنامه‌نگار که در این بخش از برنامه با من همراه شدی. با اجرای برنامه فصل دوم دیکود هم به پایان میرسه. نگران نباشید، خیلی زود برمیگردیم بعد از یکی دو هفته که گلچینی از برنامه‌های قبل رو با شما به اشتراک گذاشتیم رو خود رو برای ساختن برنامه‌های جدید آماده‌تر کردیم. خیلی زود با شما خواهیم بود و همچنان پل ارتباط بین ما و شما هشتگ دیکود در رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا. این صدای آمریکاست.